ببخشید، دوباره از سر شروع میکنم. اول با خیر مقدم و عرض تبریک به حضور شهبانوی عزیز و با شایسته ترین درود به مهمانان و بینندگان و شنوندگان عزیز به برنامه گرامیداشت زادروز شهبانو فرح پهلوی خوش اومدیم. برنامه امروز که همراه با خانم شهره نظر اجرا خواهیم کرد، به یاد و بزرگداشت خدمات فرهنگی، اجتماعی و مردمی ملکه قلب‌های ایران هست. مهمانان ما آقای امیر طاهری روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه کیهان در ایران، خانم دکتر لیلا دیبا مؤسس و مدیر ارشد موزه نگارستان تهران، خانم مریم پناهی انصاری نخستین زن به عنوان دستیار ویژه وزیر امور خارجه ایران و عضو هیئت مدیره موزه هنرهای معاصر در ایران، آقای کامبیز آتابای مدیر کل امور فنی و خدمات اجتماعی دربار شاهنشاهی ایران، رئیس فدراسیون سوارکاری ایران و بنیانگذار انجمن سلطنتی اسب در ایران و مسئول فدراسیون فوتبال،
ایشون از سال 1979 از بعد از انقلاب تا کنون مسئولیت دفتر شهبانو فرح پهلوی را به عهده داشتند. مهمان عزیز بعدی جناب آقای دکتر امیر حمیدی، دیپلمات و نماینده وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا، آقای اردوان مفید، نویسنده، کارگردان و فعال فرهنگی، خانم هایده توکلی، دبیرکل پیشین حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات و نخستین زنی که این سمت را داشتند، آقای فواد پاشایی، دبیرکل کنونی حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات، و همچنین سعادت و افتخار خوشامدگویی به سه مهمان عزیز از ایران را دارم که به جمع ما میپیوندند. سرکار خانم پوران ناظمی، نویسنده و شاعر و فعال سیاسی و حقوق زنان، خانم پوران ناظمی از ایران به ما میپیوندند. مهمان عزیز دیگر خانم فریده مرادخانی، فعال حقوق بشر، مؤسس و مدیر کمپین حمایت از زندانیان. خانم فریده مرادخانی در ضمن دختر خواهر آقای خامنه ای هم هستند. خانم مهدخت ناظمی، شاعر، و در این جا اول میخوام معرفی کنم خانم سبا خویی رو، پژوهشگر، فعال حقوق بشر و گزارشگر تلویزیون من و تو، که کلیپی که به مناسبت زادروز شهبانو از مستند شهبانو من و تو تهیه کردن رو معرفی کنم. سبا جان خواهش میکنم، خوش اومدی. درود بر شما. خواستم در ابتدا سپاسگزاری کنم از صداتون یه میکروفون یه صدایی داره. درست شد؟ بله مرسی سبا جان، خواهش میکنم، خوش اومدید. خواستم چون میدونم فرصت بسیار کوتاست، فقط خواستم شهبانو بگم شهبانو جان خوش اومدید به دنیای ما، که با حضور شما دنیای ما رنگین شد، و سپاسگزارم که شما در میان ما هستید، که بار دیگر ما ایرانیانی که در خارج از ایران هستیم و تحمل حقارت رو داریم در این 42 سال تحمل میکنیم، به این باور برسیم و ببینیم که شهبانوی ما 20 سال جلوتر از پرنسس دایانا مردمی و در میان مردم و به راستی فرهنگ دوست بود. خوش آمدید به دنیای ما، که دنیای ما رو رنگین کردین. این تک مستندی که هست، تکی که برای کلیپی که برای این برنامه تهیه شده از مستند شهبانو هست، که توسط من و تو تهیه شده به کارگردانی کیوان عباسی و تینا قاضی مراد. و شهبانو جان بار دیگر فقط به شما میگم خوش آمدید به دنیای ما، درود بر شما. الان یک دنیا ممنون سبا جان، و میدونم این احساساتی که در صدای تو هست در صدای منم هست، و به خاطر همینه که ما دوتا اینقدر مسائل تکنیک داشتیم. میبینیم ویدیو رو با هم. 10:10 بامداد آن روز قلب تهران تپشی دیگر داشت. 4 آبان 1346 که مراسم تاجگذاری علازت بود، که خواستن ملکه هم تاجگذاری بکنه، و این در قرنها در ایران اتفاق نیفتاده بود. حتما علازت عقیده داشت و احساسات من هم نسبت به پسرم میدونست، هم دیدم و نسبت به مملکت و مردم. مراسم تاجگذاری اهمیتی بود که علازت میخواستن به زنان بدن و اعتقادی که به این داشتن. و من همیشه گفتم موقعی که علازتون تاجو بر سر من گذاشتن، مثل این که تاجو بر سر تمام زنهای ایرانی گذاشتن. من علاقه و اعتقاد
زیادی داشتم و دارم به فرهنگ ایران، به هنر ایران. واقعا فرهنگ چیزیست که ما رو نگه میداره، چیزیست که متاسفانه الان این سالها یه مقدار زیادی از بین رفته، ولی خوشبختانه جوانای ایران دارن دوباره این فرهنگ رو زنده نگه میدارن. و یه سالهایی بود که امکانات مالی ما بیشتر شده بود از لحاظ فروش نفت، که یه مقدار گرفتاری‌های ما از اونجا شروع شد. و من به علازت گفتم که الان امکان این هست که یه مقدار کارهای فرهنگی بکنیم، که مثلا ما موزه فرش نداشتیم در ایران، فرشی که همه دنیا ایران رو با فرشش میشناسن، که یه مقدار از ایرانی، مقدار از فروشنده‌های خصوصی و یه مقدار هم از مجموعه دارای خارجی خریدیم، که موزه فوق‌العاده‌ای شد موزه فرش. بعد موزه نگارستان خانم لیلا سودآور دیبار که تحصیل کرده بود و مطالعه کرده بود راجع به هنر قاجار، و یه آقای یاروسلاف فریچ که فوت کرده متاسفانه، اهل چکسلواکی بود، تمام اتاقا رو درست کرده بود که برای پادشاهان، برای خانوم‌ها، برای نوازندگان، برای مناظر. و خیلی تشویق کردیم که مردم هم هدیه بدن، روغنی و میناکاری و اینا یه عده هدیه دادن، اسمشون هم گذاشتیم اونجا. بعد کتاب خونه برای کودکان بود و نقاشی قهوه خونه که میگن اونجا داشتیم، فوق‌العاده بود که افتتاح شد. و یادمه که افتتاحش با پادشاه و ملکه اسپانیا که اون موقع هنوز پادشاه نشده بودن، به فکر افتادیم که همین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل شد با یه هیئت امنا که آقایونی که مسئول بودن در این رشته، مثلا وزیر فرهنگ بود، وزیر آموزش پرورش و افراد دیگه که انتخاب می شدن در این زمین ها، و هیئت مدیره مدیرعامل خانم امیر ارجمند بود، که فکر کردیم که کتاب خونه برای بچه ها، کتاب خونه البته مجانی، و من خیلی علاقمند بودم که کتاب خونه ها هر جا ساخته میشه مطابق معماری اون منطقه باشه. و خوشبختانه کتاب خونه تقریبا در تمام شهرهای ایران ساخته شده بود. برای شروع نشریات کانون من به طور سمبولیک کتاب دخترک دریا مال هانس کریستین اندرسون رو ترجمه کرده بودم و نقاشی کردم. یه مقدارش نقاشی خودم بود، یه مقدار کپی خود اون کتابچه که یه کاستم درست کردیم، صدا داستان رو تعریف میکرد. غیر از این کانون نوارهای درست میکرد، بعد آهنگهای محلی، آهنگهای مختلف و اشعار شعرهای مختلف که پخش میشد در کتابخونه های بچه ها. سازمان گفتگوی تمدن‌ها که ما اینو درست کردیم با ریاست دکتر داریوش شایگان، که بعد از انقلاب فکر میکنم احسان نراقی این فکر رو به آقای خاتمی داد، که بعد همه جاهای گفتن که خاتمی گفتگوی تمدن‌ها رو گفته، که من خب چندین بار در جاهای مختلف تکسیب کردم. این آقای داریوش شایگانم که یه جا در هلند جایزه می گرفت اینو گفت، و یادم میاد در یکی از مصاحبه ها گفتم ایشون بهتر اول گفتگو با تمدن خودمونو شروع کنه، بعد تمدنهای دیگه رو بعد. می‌خواستیم یه جشن فرهنگی درست کنیم برای آشنا کردن فرهنگ شرق به غرب و غرب به شرق، به خصوص شناسوندن هنر و فرهنگ ایران. یه چند نفری فکر کردیم که جشن درست کنیم به اسم جشن هنر شیراز. پیشگاه شهبانوی ایران، جلسه هیئت مؤسس جمعیت کمک به جذامیان ایران در کاخ سعدآباد تشکیل می شود. یکی از سازمان هایی که من ریاست عالیش رو قبول کردم، سازمان
کمک به جزامیان بود و دو تا مرکز بود، یکی در نزدیک تبریز، یکی نزدیک مشهد، که من برای بار اول رفتم در اونجا. از یادگاری‌های خیلی خوب زندگی من سفرهایی بود که در داخل ایران کردم. هم می‌خواستم از نزدیک با مناطق مختلف ایران آشنا بشم و هم با مردم آشنا بشم و از یک طرفی به عنوان یک نماینده اعلیحضرت برم ببینم چیزها رو و گزارش درست بدم که چی دیدم و چه خبره و چی نیست. البته هم در این سفرها می رفتیم برای افتتاح یه سازمانهایی و در ضمنم صحبت با مردم از چیزهایی که لازم دارن. و واقعا چندین هزار کیلومتر من سفر کردم، از بحر خزر تا خلیج فارس، از آذربایجان تا بلوچستان، از خراسان تا خوزستان، و خیلی یادگاری خوبی دارم. هم با مردم آشنا می شدم، با زن، با مرد، با روستا، و واقعا یک اخلاقی داشتن مردم، افرادی که نه امکانات زیادی داشتن ولی اخلاق و یه روحیه مثبتی داشتن. بعضی ها بعدها گفتن که من نم چپگرا بودم، سوسیالیست بودم. هر کار خیری رو که آدم بکنه که فوری یه مهر میزنن. تازه سوسیالیست بودن که بعد نیست، تازه اگه میخوان از همه سوسیالیست‌تر و چپگراتر علیزاد بودن موقعی که انقلاب سفید کردن، اصلاحات ارضی کردن، سهامدار کردن کارگرا رو، زنا رو حقوق یکسان دادن. به هر صورت تاریخ قضاوت خواهد کرد راجب علیزاد رضا شاه کبیر، از لحاظ راجب محمد رضا شاه پهلوی، راجب خود منم و تمام اونهایی که خدمت کردن به ایران، زن و مردی که خدمت کردن به ایران، تاریخ قضاوت خواهد کرد. و من مطمئنم که این قضاوت مثبتی خواهد بود. و از همه مهمتر من معتقدم که ایرانیانی که من میشناسم و فرهنگ و تاریخی که ایران داره، جوانهای ایران، زنای ایران، واقعا فرهنگ و تمدن ایران رو نگه خواهند داشت و روزگار این چنین نخواهد بود. و اونها خیلی بیشتر از ما که در بیرون هستیم میبینن چه میگذره در مملکت و اون مملکت رو نجات خواهند داد. و امیدوارم که مملکت به آزادی و پیشرفت برسه و از همه مهمتر یک پارچه بمونه. خوش آمد میگم به همکار عالی قدرم آقای امیر طاهری. آقای طاهری رو اگر خواهش میکنم روی صحنه بیارین. آقای طاهری خوش آمدین. شما هم در عرصه روزنامه نگاری در ایران کار کردین و هم با نشریات بین المللی. میخواستم ازتون سوال کنم ارزیابی شما از اهمیت این مناسبت که امروز داریم به این گرامی داشت در چشم انداز ایران امروز چی هست؟ من اولا شاد باش میگم به حضور شهبانو به مناسبت زادروزشون. اهمیت این گردهمایی این برنامه که درست کردین به نظر من در سه چیز هست. اولا نشون میده که ما ایرانی ها هنوز قدردانی رو فراموش نکردیم و یکی از صفات ملی ایرانی همیشه این بوده که سپاسمند بودن و قدردان بودن به کسانی که خدمت کردن به ایران، در راه ایران زحمت کشیدن، و شهبانو یکی از این ایرانیان هست، در یک مقام بالا و بسیار مهمی برای نزدیک به
دو دهه متمادی. دومین مسئله مهم این است که تجربه شهبانو فرح که در واقع تجربه ملی ما در اون مدت کوتاه است، نشون میده که ایرانی ها اگر بخواند و اگر نیروهاشون رو در مسیر خاصی به کار بندازن، در مدت کوتاهی چه کارهای بزرگی میتونن بکنن. اینو بارها در تاریخ دیدی، مثلا فاصله بین سقوط صفویه و سرنوشت شوم شاه سلطان حسین و ورود نادرشاه به دهلی به عنوان یک فاتح بزرگ تاریخی فقط 16 ساله. تمام دوران رضاشاه کبیر 16 سال بود به عنوان شاه. دوران محمد رضاشاه از اون موقعی که واقعا مسلط شد بر اوضاع و تونست برنامه خودش اجرا بکنه بین 16 تا 20 سال بود. یعنی در یه مدت کوتاهی ایران میتونه قرنها عقب موندگی، دههای متمادی شکست، تحقیر، بدبختی ها و مصیبت های فراوانی رو به سرعت جبران بکنه. تجربه شهبانو در زمینه خودشون بیشتر مسائل فرهنگی، اجتماعی و غیره همچنین نشون میده که وضع زن ایرانی چقدر فرق کرده. فراموش نکنیم که اگه تاریخ نمیدونم ایران دوران اسلامی رو نگاه بکنیم، من غالبا نگاه میکنم از آغاز ورود اسلام به ایران، اینجا منظورم انتقاد از اسلام نیست، منظورم یک یادآوری است از واقعیات تاریخی، تا دوران محمد رضا شاه و پیش از اون اندکی دوران رضا شاه زن ایرانی در صحنه حضور نداره. یعنی مثل اینکه اصلا تمام جمعیت ایرانی مرد هستن. یعنی در تمام تاریخ سیاسی ایران اگه نگاه بکنین دو سه تا زن فقط یه نقشایی بازی کردن. یکی ساتی بیگ بود که یه سالی تقریبا ملکه ایران شد در زمان ایلخانیان، بعد یه مدتی مهد اولیا در دوران قاجاریه میگن زن نیرومندی بودش، ولی در زمینه های دیگه چیز دیگه نداشتیم. نه شاعره معروفی داشتیم، نه نویسنده معروفی، نه از کنم خدمتون دانشمند و عالم معروفی، تا ناگهان در دوران رضاشاه کبیر زن ایرانی برمیگرده به صحنه. البته با تغییراتی که در زمینه تکنولوژی هم شده، با اومدن رادیو، روزنامه و غیره، ناگهان مثلا برای یه مدت کوتاهی پروین اعتصامی محبوب ترین شاعر ایران میشه. ولی قبل از اون نمیدونم اگه طاهره قرة‌العین رو بذاریم کنار یا رابعه رو بذاریم کنار، هیچ کس دیگه ای وجود نداشت. خانمایی که وارد صحنه موسیقی ما شدن، قمرالملوک وزیری، ملوک زرابی، روحبخش، روحانگیز، نه همه ستاره های موسیقی ایران شدن، در حالی که قبلا صدای زن رو اصلا نمیتونستین بشنوین حتی در سطح خصوصی. این پیشرفتی که در دوران رضاشاه شروع شده بود در دوران محمد رضاشاه به نتیجه نهایی خودش رسید و اون موقعی بود که به طور سمبولیک محمد رضاشاه تاج رو بر سر شهبانو فرح هم گذاشت و با عنوان شهبانو، یعنی کاملا مساوی، یعنی که خانمی که ملکه ایران هست جزوی از دکور نیستش، یک دنبال روی نیستش. اگه اکسا و فیلم ها رو نگاه بکنین در مراسم مختلف هیچ وقت شهبانو دنبال شاه حرکت نمی کنه، در کنار شاه حرکت می کنه. خودش نشون میده که زن ایرانی موقعیت جدیدی رو پیدا کرده. البته قبل از اونم رضا شاه با تعیین والی حضرت شمس به عنوان رئیس شیر خورشید سرخ، با تعیین والی حضرت اشرف به عنوان رئیس سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی راه رو باز کرده بود برای این کار. ولی شهبانو فرح به نظر من زمینه های تازه‌ای رو هم باز کرد برای نقش زنان، در زمینه های فرهنگی، در زمینه های هنری، در زمینه های فلسفی، انجمن سلطنتی فلسفه، گفتگوی تمدن ها، تمام اینا کارهایی بود که معتقدان میگفتن برای تلطیف رژیم شاهنشاهی انجام شده، چون رژیم شاهنشاهی رو میخواستن یک نظام سفت و سخت نظامی و زورگو و قلدر نشون بدن، ولی وقتی به
نزدیکتر نگاه میکنیم میبینیم که این نظامی بود که در ضمن به هویت ایرانی، به فرهنگ ایرانی، به جای ایران در تاریخ، به نقش ایران در امروز آینده دنیا اهمیت فوق‌العاده‌ای میداد و تمام این نقش‌ها رو شهبانو بازی میکرد. در اولین جلسه که من شهبانو رو در کنار محمد رضا شاه دیدم در کنفرانس انقلاب ببخشید فرهنگی بود در رامسر که رؤسای دانشگاه جمع شده بودن و من تعجب کردم که در همون جلسه شهبانو اظهار نظر کرد و اظهار نظری که میشه گفت حتی انتقادآمیز بود از حرفایی که خود محمد رضا شاه قبلا زده بود. یعنی اینجوری نبود که فقط مسئله بله قربان گفتن مطرح باشه. یه صحنه دیگه در مثلا اون طرف قضیه در جریان زلزله قیر و کارزین بود که یک پیرزنی که خونش رو خراب شده بود و در کنار این خرابی خونه بود وقتی ازش پرسیدیم که خب حالا چی فکر می‌کنی گفت نه فرح امروز اومد ما رو دید ما مطمئن شدیم همه چیز درست میشه. یعنی شهبانویی که میتونست از یه طرف بین پادشاه مملکت و از طرف دیگه بین فقیرترین و محرومترین فرزندان ایران یه رابطه عاطفی واقعی به وجود بیاره. یه نکته دیگه هم میگم و اون این است که شهبانو واقعا میتونست در هر سطحی و در هر زمینه ای اونطور که باید شاید عمل بکنه. یعنی اگر ضیافت‌های بزرگ نمیدونم شاهان و ملکه های و رؤسای جمهوری جهانی بود ایشون در همون سطح بعض وقتا بالاتر از میزبانانش میتونست ظاهر بشه. اگر هم قرار بود با جزامیان مشهد یا تبریز صحبت بکنه و آشنا بشه باز در همون سطح بود و این امکان تطبیق با اوضاع و با مردم واقعا یه چیز استثنائیه. من در عمرم خب میدونی صدها نمیدونم رئیس جمهوری و شاه و نخست وزیر از اینجور چیزا دیدم، باشون مصاحبه کردم، سفر کردم و غیره و این قابلیت رو واقعا کم دیدم. در یک مهمونی که در پاریس دیدم 20 و چند سال پیش برای رئیس جمهوری کولومبیا تشکیل شده بود شهبانو رو هم دعوت کرده بودن، نمیدونم چرا، حالا شاید خودشون بدونن چرا، ولی میتونم بهتون بگم که در اون مهمونی ایشون مرکز توجه بود. یعنی همه به طرف ایشون میرفتن. یعنی این مغناطیس ایرانی بودن و مغناطیس ملکه ایران بودن یه جذابیتی داشت که هیچ چیز جای اون جذابیت نمیگیره. نکته آخری که میخواستم راجبش صحبت بکنم این است که در این سالهای طولانی قربت و تبعید شهبانو آبروی ما رو نگه داشت، آبروی ملت ایران رو نگه داشت، شعله امید رو در بین ایرانیا نگه داشت، مثل شمعی بود که شمعای خاموش دیگر رو میره روشن میکنه. بعد الان بعد از بیش از 40 سال میبینیم که نظر ایرانیان کنونی که اکثریتشون اصلا متولد نشده بودن نسبت به شهبانو امروز چیست با نظر اون کسانی که حالا به هر دلیلی فریب خورده بودن، اطلاعات اشتباه داشتن در دوران شورش علیه محمد رضا شاه واقعا هر دروغی رو در مورد خانواده پهلوی باور می‌کردن. نقش امروز شهبانو نقش کانون امید و پیام دهنده هویت ایرانی هست، ایرانی به عنوان یک سازنده تمدن، ایرانی به عنوان یک پیام‌آور مهربانی، یک ایرانی به عنوان یک پرچمدار صلح و تفاهم بین ملل و این درست تصویری است که ما امروز لازم داریم. برای اینکه ایران که 40 سال پیش محبوبیت فوق‌العاده‌ای داشت در دنیا چون نه در جنگ ها شرکت کرده بود، نه استعمارگر بود، نه در برده فروشی شرکت کرده بود، امروز بدترین تصویر رو داره. با کمک شهبانو این تصویر رو میتونیم تا اندازه تعدیل بکنیم و انشالله در آینده میدونین خب ایران از این سختی ها زیاد دیده و حتما باز خواهد گشت به متن تاریخ و وقتی که برمیگرده به متن تاریخ با تصویر جدیدی
در دنیای امروز ظاهر بشه و در ساختن این تصویر شهبانو هنوز هم نقش بسیار مهمی داره. یک دنیا ممنون از شما جناب طاهری، واقعا شهبانوی قلب ایران هستن. در اینجا میخوام از تلویزیون ایران اینترنشنال هم بهشون خوش آمد بگم به بینندگانشون، چون این برنامه از طریق تلویزیون ایران اینترنشنال هم به ایران داره پخش میشه. مهمان گرامی بعدی مؤسس و مدیر ارشد موزه نگارستان تهران خانم دکتر لیلا دیبا هستن. خانم دیبا، شما پس از انقلاب سرپرست هنرهای اسلامی در موزه هنری بروکلین در نیویورک بودین. نمایشگاه برجسته عصر قاجار، نمایشگاه نقاشی‌های ایرانی در موزه هنری بروکلین رو انجام دادین و با موزه گوگنهایم ابوظبی هم همکاری کردین و اولین نمایشگاه بزرگ اختصاص یافته به هنرهای مدرن ایرانی رو برای موزه جامعه آسیا در نیویورک برگزار کردین. اما سالاست که هنوزه روی پروژه نگارستان کار میکنین. اهمیت این موزه در عرصه هنر امروز چیه؟ خیلی مرسی نازنین و خیلی خوشحالم که امروز شرکت کنم. اولی حضرت عزیز، 100 سال به این سالها شما نه فقط ملکه قلب ما هستی، ولی ملکه هنر مردم ایران. من به ملکه هنر آشنا شدم در هفته اولی که برگشتم به ایران از نیویورک در سال 1973 با شوهرم محمود که پسر دایی ایشان بودن. برنامه هنری و فرهنگی شهبانو از سالهای قبل شروع شده بوده، مثل جشن هنر شیراز که یک برنامه هنری بین المللی شده بوده و کانون پرورش فکری کودکان جوانان و که هم مرکز آموزش بچه ها بوده، هم مرکز فیلمسازی که بزرگترین فیلمساز نسل بعد مثل عباس کیارستمی آنجا شروع شدن. در سال 1973 برنامه برای موزه ها را افتاده بوده با کمک دفتر مخصوص اولیازد و مشاور ایرانی و فرنگی آنها. یکی از اولین قدم ها خریدن مجموعه نقاشی زمان قاجاریه از جولیان امری MP انگلیسی و برگردوندن این مجموعه به ایران. در آن زمان من فوق لیسانس گرفته بودم از NYU در نیویورک و تصادفاً خیلی علاقه پیدا کرده بودم به این نوع نقاشی. افتخار داشتم که به عنوان یک زن جوان ناآشنا و واقعاً هیچ کس ملاقات خصوصی یک ساعته با ایشون داشته باشم که هیچ وقت فراموش نمی کنم. صحبت کردیم راجع به آرزوی ایشان، برنامه ریزی و دید بزرگی برای بزرگداشت هنر ایران که داشتند. دفتر ایشون در کاخ نیاوران هم زیبا و با ظاهری ساده هم مدرن بود مثل خود ایشان. 5 سال برای ایشان کار کردم و پیشرفت بزرگ ایران از نزدیک دیدم. شرکت کردم در افتتاحیه موزه های مختلف مثل نگارستان، هنر معاصر، موزه فرش و سازمان فرهنگی نیاوران و شهرستان، جشن هنر شیراز و جشن هنر اسلام در لندن در سال 1976. سال بعد تمام مؤسسه‌هایی که ایشان تأسیس کرده بودند جزء بنیاد شهبانو فرح شدن. این قدم بزرگی بوده و ما آرزو داشتیم که به یک استاندارد بین‌المللی بتونیم این مؤسسه را اداره بکنیم. اولیازاد همیشه خیلی شخصا مواظب این برنامه بودن. روز قبل از افتتاحیه موزه نگارستان یاد دارم که ایشان تشریف آوردن بدون هیچ خبر وقتی که داشتیم هنوز جارو می کردیم.
که ما رو تشویق بکنم، که اتفاقا خیلی کردم. روز بعد افتتاحیه رسمی بود با ایشون و اعلیحضرت فقیه و مهمونای خارجیشون، پادشاه اسپانیا وان کارلوس و همسرشون ملکه صوفی. من افتخار داشتم ایشان را و ملکه صوفی راهنمایی بکنم و یک جایی توضیحات فراموش کردم. اولی ازاد خودش من کمک کردن و فوری توضیحات چند اشیای هنری دادن. باید بگم گید خیلی خوبی بودن و خوشبختانه تمام ابژه‌های موزه رو خوب میشناختن. اولی ازاد جان، بدونیم که ما هرگز فراموش نمی کنیم تمام کوشش هایی که شما کردی و هنوز می کنی برای فرهنگ ایران. زنده باد ولی عزت. مادرم، تاج سرم، همسفرم، زادروزتان خجسته باد. بسیار خوشبختم که در این قسمت باید از شخصیتی دعوت بکنیم که شاید این روزها آشنای همه ما هستند، دکتر امیر حمیدی. دکتر امیر حمیدی دیپلمات سابق آمریکا و کارشناس مطرح، استراتژیست بین المللی، مشاور سیاست در زمینه تروریسم جهانی. ایشان 37 سال فعالیت خود را در 5 قاره مختلف جهان به انجام رساندن. شخصیتی مبارز که از آغازین روزهای شورش سال 1357 در زمانی که فریب خوردگان چهره امامشان را در ماه می دیدند، مبارزه خود را با دستار بندان حکومتی آغاز و بعد از این فریب بزرگ به دلیل شناسایی و فعالیت‌های گستردهشان تا پای جوخه اعدام پیش رفتند. چند سال پس از آن ایشان با ملاقات 52 گروگان آزاد شده آمریکایی با پیامی که از طریق رسانه‌های بین‌المللی منتشر کردند اظهار داشتند شما آزاد شدید اما 35 میلیون ایرانی همچنان در بند است. بسیار خوشحالیم آقای دکتر حمیدی گرامی که شما رو اینجا داریم سالم، و من اجازه میخوام در این قسمت از شما این پرسش رو داشته باشم به همراه صحبتهایی که از شما میشنویم. نقش برجسته اولیا حضرت فرح پهلوی رو در رابطه با مبارزات درون مرزی و برون مرزی چگونه میبینید؟ بفرمایید جناب. با درود خدمت شما خانم نظر و خانم انصاری، تمام میهمانان گرامی، همیهنان عزیزم در سراسر گیتی، و درود بیکران حضور اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی و قدردانی از حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات. زادروز اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی برای ما از هر کیش و هر آیین و از هر ایل و تبار و از هر گوشه سرزمین جاودانمان ایران که باشیم فرخنده و عزیز است. وجود این مهربانو برای همه معنایی خاص داشته است. مهر ایشان به تاریخ و فرهنگ و اهمیت به پرورش صحیح فرزندان ایران زمین برای نگاهبانی از داشته‌هایمان ستودنی است. برای نسل ما که در عنفوان جوانی با عشقی که به سرزمین اجدادیمون داشتیم محکوم به ترک میهن شدیم و بخش عظیمی از این خیل مهاجرین بدون داشتن کوچکترین پشتوانه مادی و معنوی حکم پاک باختگانی را داشتیم که دیروز و هم امروز و هم فردایمان با یک شورش هماهنگ شده به دست اجانب و خائنین به ملک و ملت، یک شبه به گروگان گرفته شد. اما شهبانو
این بانوی بزرگوار برای بسیاری از ما درس عبرتی بودند از پایداری و تلاشی که برای باز پسگیری اعتبار و نام نیک سرزمینمان از خودشون می دهند. اینجا باید اعتراف به این مهم داشته باشم که برای خود من بزرگترین پشتوانه معنویم وجود این بزرگوار بود. وقتی از نزدیک شاهد خیشتنداریشون در روز بدرقه پدر آریامهر محمد رضا شاه پهلوی فقید بودم، قهرمانی که نه تنها برای بزرگترین سیاستمداران خبره جهان که برای نسل جوانان بعد از ما هم که تنها او را شنیدند تبدیل به قهرمان اسطوره‌ای شد که حتی بعد از تخت و تاز این انسان نماهای قرون وسطایی هنوز بذر مهر آریایی را که در قلب ایرانیان این پدر ملک و ملت پاشید باقی است. دریافتم که چون این بانوی بزرگوار که در نهایت درد و رنجی که از آسمانی شدن همسر والایشان متحمل می شدند در کنارش می بایست سایبانی باشند برای فرزندانشان و خانواده بزرگتر خود یعنی ملت ایران، این سایبان با درایت و با گذشت و ایثار همیشگیشان چه در ایران و چه در دورترین نقطه جهان گستردند و هرگز حتی دست رد به سینه هیچ ایرانی متنبه از دیروز نزدند و همه را به امید و شکیبایی و همبستگی رهنمون بودند، چرا که همه ملت ایران در نهایت باید تنها به ایران بیندیشند. اولیا حضرت شهبانو همیشه الگویی بودند برای داشتن اراده و مقاومت در برابر همه فراز و فرودها و با امید به فردای روشن ایرانمان همواره یاد آور پیروزی نور بر تاریکی بودند. زادروز این بانوی گرانقدر اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی را به پیشگاه ایشان شاهزاده رضا پهلوی و خاندان محترمشان و ملت آزاده ایران فرخنده باد میگویم. سپاسگزارم. یک دنیا ممنون جناب دکتر حمیدی. در این قسمت از برنامه نخستین زن دستیار ویژه وزیر امور خارجه در ایران و کسی که هیئت مدیره موزه های هنرهای معاصر در ایران بود، خانم مریم پناهی انصاری رو دعوت میکنم. سلام عرض میکنم، خوش اومدین. مریم جان، شما باید اینم اضافه کنم که در تزیینات ساختمون سفارت ایران در واشنگتن هم دست داشتید و همینطور سالها هم در پاکستان بودید، ولی در این 42 سال گذشته عضو چندین هیئت مدیره در آمریکا مثل اپرای متروپولیتن و مؤسسه آموزشی بین‌المللی International Education Institute و یکی از پشتیبانان بزرگ بنیاد زنان ایرانی آمریکایی Iranian American Women's Foundation هستین. خیلی خوش اومدین، سخن با شماست. با یک دنیا تشکرات بی پایان، با عرض تبریک و تهنیت خدمت اولیا حضرت شهبانوی عزیز ایران و ملت آزاده، بسیار خوشحالم که احساس خود از بارتاب خدمات اولیا حضرت را که طی این سالها شاهد آن بودم با شما قسمت کنم. شهبانو فرح پهلوی تاریخ و فرهنگ ایران را بهترین بهانه می دانستند برای تشویق بیشتر و آگاهی نسل جوانتر که تنها با آن می توانستند حس میهن پرستی و اعتماد به نفس که با پیش از خاندان پهلوی سعی می شد آن را کم رنگ کنند و ایشان با توجه به آن از نو آن را در دل جوانان زنده کردند. وقتی موزه معاصر در ایران شکل گرفت، شهبانو فرمودند من ریاست هیئت مدیره موزه را به عهده بگیرم.
و من از طریق دوستی طول مدتی که در خارج ایجاد کرده بودم از اشخاص مثل برادران دیوید و نلسون راکفلر دعوت کردم به ما بپیوندن. در واشنگتن وقتی اتاق ایران پرشن روم را با آینه کاری و مینیاتور پس از 8 ماه درست شد، برای لیندا جانسون، دختر پرزیدنت جانسون، ضیافتی به مناسبت عروسی ایشان با 300 نفر مهمان دادیم و خانم و جناب آقای رئیس جمهور پرزیدنت جانسون در آن حضور داشتند. به دلیل دوستی رئیس جمهور و خانواده که با ما ایجاد شده بود، چندین بار دیگر هم به سفارت تشریف آوردند. این غیر عادی است، چون رئیس جمهور امریکا هرگز به سفارتخانه های خارجی نمی رود. این نشانه اعتبار و جایگاه ممتاز ما در آن زمان طلایی تاریخ بود که شهبانوی عزیز بداند در قلب همه نوجوانان، همه ما جای مخصوص دارند و از طرف خود و ملت ایران، آزاد ایران، از شهبانوی گرامی تشکرات بی پایان دارم که در این 42 ساله اسم ایران و احترام ایران را با بزرگواری و افتخار نگاه داشتند. دوباره این روز مبارک را از طرف خود و همه به آن اولیا حضرت تبریک گفته، همچنین به خودمان که زیر سایه چنین شهبانوی همیشه سربلند باشید. زادروزتان مبارک. شما و نور چشمان را به خداوند متعال می سپارم. با عرض دستبوسی خدمت اولیا حضرت. یک دنیا ممنون خانم انصاری. سعادت و افتخاری دارم که الان جناب آتابای رو خوش آمد بگم. تشریف آوردم. بله جناب آتابای، شما هم در ارتش شاهنشاهی ایران خدمت کردید، هم مدیر کل امور خدمات اجتماعی در درباره شاهنشاهی ایران بودید، همینطور رئیس فدراسیون سوارکاری ایران و مسئول فدراسیون فوتبال. از پس از انقلاب تا کنونم مسئولیت دفتر خصوصی اولیا حضرت رو به عهده داشتید. در طول این سالا شاهد فراز و نشیب های زیاد و حیرت انگیزی بودین. بستگی ایشون رو به ایران و ما ایرونی ها رو به ایشون، به شهبانوی قلب ها، چگونه ارزیابی میکنین؟ در درجه اول میخواستم زادروز شهبانو رو واقعا تبریک عرض کنم خدمت شما. من این فرصت رو نداشتم تا الان رو بگم و امیدوار باشم که این روز سالیان درازی ادامه پیدا کنه و ما شانس اینجاست رو جشن بگیریم. این رو صحبت کردن در مورد شهبانو، آنچه باید گفته بشه واقعا همه گفتن، ولی من در موقع این افتخار پیدا کردم که با در خدمت ایشون باشم، که بدترین روزهای زندگیم بود، برای اینکه مملکت رو از دست داده بودم، همه چی از بین رفته بود و همکاری و کار کردن با شهبانو برای من یک به اصطلاح یک نور امیدی بود و یک روشنایی در زندگی من ایجاد کرد. بدون تردید خدمات ایشون در مورد فرهنگ و هنر ایران همه مطالب گفته شده، من نمیتونم چیزی به اون اضافه کنم، ولی اثرات مثبتش همین امروز بیش از همیشه روی ما هست و هست وجود داره. در ایران هم من این شانس و افتخاری که با شهبانو کار کنم رو از نزدیک نداشتم، ولی دورادور مشاهده میکردم که ایشون یک عامل تعدیل کننده بودن و به اضافه توجه به مسائل اجتماعی براشون خیلی اهمیت داشت. ایرانی که در اون موقع سخت در حال پیشرفت و با سرعت عجیب صنعتی داشت میشد، اون ایشون به مسائل و اجتماعی و اینکه مردم چجوری با این پیشرفت خودش رو هماهنگ کنن توجه داشتن، که خیلی مهم بود. برای من مهمترین چیز از دید من اینه که جنبه انسانی شهبانو. من در این مدت 40 سال شاهد این بودم که چجوریشون وقت میذارن، چقدر حوصله میکنن، با همه صحبت میکنن، گوش میدن به تمام مسائل مردم و تا اونجایی که بتونن
مرهمی هستند برای مردمی که احتیاج دارن صدای ایشونو بشنون. حداقل هر هفته به خصوص این روزها که بیماری زیاده و گرفتاری زیاده، من هر وقت از ایشون استدعا میکنم تلفن کسی که مریضه یا کسی که یه نفر عزیزش از دست داده، ایشون وقت میذارن به همه اینا تلفن میکنن، با اینا همه صحبت میکنن. مهمتر از همه اونه که در این چند سال اولیا حضرت این اجازه رو به من دادن که من عقاید خود، نظر خودم رو به ایشون عرض بکنم. حالا کاری ندارم این نظر درست میتونه باشه یا اشتباه باشه، و اجازه میدن بحث بکنن در هر مطلبی که گفته میشه. و چندین بار اتفاق افتاده که عرایض من رو اول ممکنه خوشایندشون نبوده باشه، ولی بعد قبول فرمودن. این خیلی بر من ارزش داره، موضوع مهمیه. و اینکه ایشون وقت میذارن برای شنیدن گرفتاری‌های مردم در هر جا که هر مراسمی که هست، واقعا ساعت‌ها گوش میدن و این خیلی هم انرژی میخواد. مضافاً بر این که فراموش نکنین از روزی که این شورش اتفاق ناگوار افتاد، ایشون روبرو بودن با 4 اتفاق وحشتناک و بر من آموزنده بود که چطور با اینها روبرو شدن. اول از دست دادن شاهنشاه فقید، بعد فرزندان نازنینشون، بعد این آوارگی از این مملکت به اون مملکت. با استقامت و قدرت جلوی همه اینا وایستن و اجازه ندادن که به هیچ وجه تلخی وارد با تلخی به زندگی نگاه کنن و تخت نشدن. و احترام دیگه من اینه که من خیلی هم اصلا تعجب میکنم شهبانو حاضرم با من کار کنه، چون من آدم راحتی هم نیستم، بسیار مشکلی هم هستم، آدم به اصطلاح همچین حال به هیچ وجه آدم به راه نیستم و با عقاید خودم رو دارم و برای اونا هم حالا غلط یا صحیح. و اینکه ایشون با بردباری با متانت تحمل منو میکنن برای من خیلی ارزش داره. من دیگه بیش از این چیزی ندارم بگم. در ضمن میخواستم از فرصت استفاده کنم از شما نازنین خانم، از آقای پاشایی و خانم شورای نظر تشکر کنم از اینکه این برنامه جالب رو ترتیبش دادین. و همین دیگه، مرسی، خیلی ممنون. یک دنیا ممنون از شما. خانم نظر روی صحنه میان که کم کم فعالیت های کانون واقعا زیاد شد. یعنی در شهرستان ها حتی ما کتابخونه سیار داشتیم، چون همه جا نمیشد کتابخونه ساخت، با جیپ یا با قاطر مثلا کتاب ها رو میبردن در دهات، بچه ها میخوندن بعد دوباره میبردن پس میآوردن. یا حتی یک تئاتر سیار درست کرده بودیم که آقای اردوان مفید این کار رو میکرد، یک کامیون رنگی میرفت تو شهرستان و بچه ها رو جمع میکرد، یه تئاترای درست میکرد باشون. بعد کم کم بچه ها فیلم برداری هم میکردن 8 میلیمتری، بعد حتی موسیقی هم کم کم تو کانون شروع شده بود و فستیوال فیلم کودکان که خیلی مهم بود و هیچ جای دنیا می همچین فستیوالی نبود.
و یه دست هنرمندای ایرانی رو ما فرستاده بودیم، هم کانادا که اونجا خیلی وارد بودن، و چکسلواکی که یاد بگیرن انیمیشن و فیلم و فیلمایی که برنده اول این فستیوالا شد. من فرای پهلوی در 22 مهر ماه 1317 در تهران به دنیا آمدم. شهبانو فرح پهلوی، شما مادر ایرانیان هستی. تولدت مبارک مامان فرح، دوست دارم. اجازه بدین در این قسمت، البته باید بگم بسیار بسیار کلیپ زیبایی بود، ولی در این قسمت ما شخصیتی رو خواهیم داشت که نویسنده و حرکت‌هایی رو که ما از این شخصیت دیدیم نشانگر این بوده است که ایشون هم دقت ویژه‌ای داشتند از بهره‌گیری فرهنگ ما برای آشنا کردن با تاریخمون و بهره جستن خصوصا در این روزهای غربت نشینی برای اینکه بدانیم که باید با هم باشیم و در ارتباط با این مهم اون رو به تصویر کشیدند. ما در جای حرکت‌های خودمون اردوان مفید این شخصیت نازنین رو تجربه کردیم و یکی از کارهای آخرینش که باید بگم آقای مفید بسیار 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 زیباست، بهره گرفتن از شاهنامه است که به نوعی دیگر اون رو برای ما معنا کردید. بسیار خوش آمدید و در خدمتون هستیم. بفرمایید. با عرض شاد باش خدمت اولیت شهبانوی ایران. آنچرا که دوستان گفتند رو اجازه بدید من یک معنا برش ببخشم و اون است که واژه فرهنگ سازی است. ساختن کار آسونی نیست. من که در خدمتتون هستم امروز نتیجه تمام اون قسمت‌های فرهنگی هستم که دوستان هر کدوم به نحوی عرض کردند. شهر قصه بیژن مفید که یکی از معتبرترین نمایشنامه‌هایی است که در دوران پهلوی به روی صحنه رفت و هنوز که هنوز و شاید در آینده هم هنوز مردم به دیدن اون بپردازند، در دومین جشن هنر شیراز به روی صحنه رفت. خب نمایش وقتی به روی صحنه رفت تمام کسانی که در اونجا نشسته بودن در یک سکوت بودن. در پایان این شخص شهبانو بودن که به پا خواستن و دست زدن و این نمایش رو به تاریخ سپردند. اگر ایشون داشت نداشتند، اگر ایشون این مهر تایید رو نزده بودن، من و شما هرگز صاحبه نمایشنامه شهر قصه نمی شدیم. من در اون نمایش در نقش اول شطور بودم، بعد در نقش میمون ظاهر شدم. اما آنچه که من رو وصل می کنه به آخرین روزهایی که متاسفانه این فاجعه رخ داد، به دیماه 1356 که یک سال بعد این فاجعه رخ میده، اجرای نمایش عقاب و روباه بود که حالا باز با بیژن مفید نوشته شده بود. بهمن مفید بازی میکرد و من کارگردانی میکردم. اولیازه تشریف آوردند، نمایش رو دیدند و باز برای کانون تشویق کردند که این نمایش ها باید بره به خارج از تهران. فقط تهران نیست، همه جا هست. این تاکید همیشه شده بود. آغاز این فرهنگ سازی رو از سالهای 1342-43 تا برسیم به 45-46 با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایشون آغاز کردن. ببینید شما اندازه ها رو باید در نظر بگیرید. بچه‌ای که در جنوب شهر بود که من خود من میرفتم اونجا میامدیم و برای بچه‌ای که همه بودن و یا کتاب رسانی که به اقصانقات ایران میشد، به نظر شما امروز خیلی ساده به نظر میرسه، ولی وقتی شما به
یک 100 سال 150 سال پیش رجوع میکنید قبل از حضور پهلوی ها، میبینید که حتی کتاب خوندن برای خانواده ها ممنوعیت داشته، زن ها اجازه نداشتن هیچ کار بکنن، ایشون میاد تأکیدش رو بر کتاب میذاره. و بعد داستان و قصه این تریلی سیاری که شما میبینید، تئاتر سیاری که شما میبینید، برای درج در تاریخ میگم که بدونید که آنچه که شما درباره ایشون تعریف میکنید انجام شده و این منی که دارم خدمتتون عرض میکنم مسئولیت این کارو داشتم. روزی که سرکار خانم لیلی امیرجمان با مدیر عامل کانون پرورش کودکان در یک جلسه این مسئله این تریلی مطرح شد با یک دوست امریکایی مون آقای دنلافون و این رو به عرض اولی حضرت رسونم، اولی حضرت بلافاصله پشتیبانی کردن، یعنی ایده وقتی تمیز بود، قشنگ بود، رسا بود، فرهنگی بود و به مردم کمک میکرد، ایشون روی قضیه بودن. خیلی سریع این ماجرا رو بستیم، نشونشون دادیم، علی‌حضرتش می آوردن به کانون برای افتتاح کانون. علتی که دارم عرض میکنم قصه این قصه با کیاروسمی وقتی صحبت میکردیم گفت قصه تو رو باید یه فیلم کرد. در کوتاه مدت علی‌حضرتش بردن و حالا هر کسی ما چند دقیقه میشه فرصت نداشیم، به طبقه سوم که طبقه ما بود رسیدن. منم خب برای اینکه این اسلاید نشون بدم چرا خاموش کردم، اول این بر بچه امنیت تعجب کردن و بعد بالاخره علازت استاده بودن جلو نگاه میکردن، شهبانو در اونجا بودن، دکتر اقبال بودن، خانم لیدی هم یعجمن بودن، چنان با دقت ایشون نگاه کردن و سوالهای فنی میکردن که این دوستان امریکایی من همراه من توضیح میدادیم. دم در خروجی وقتی که با آقای اقبال تاییدشون گفتن تو اینها، دقیقا این جمله بود، گفتن این نمایش های ملی و میهنی رو به اقصا نقاط ایران ببرید، اینجا تهران، فقط کار ما تهران نیست، این رو ببرید، ببرید به اینجا. این شو ما طبق معمولی که گفته بودن آقا اینا میگن حالا تا بیاد رو. فردای اون روز تلفن اومد از دفتر آقای اقبال و خانم امیرجمان پشت قضیه تا روزگاری که ما اینو بردیم در ایران ناسیونال. ایران ناسیونال گفت آقا من نمیتونم اینو درست بکنم، ببرید به شرکت بنز. ما رفتیم در شرکت بنز. از حرکت اینجا شما فکر کنید که داره این تریلی ساخته میشه، در اونجا ساخته شد. من شخصا با یک راننده رفتیم از آلمان، اتریش و بلغارستان رو بگیر بیا ترکیه و خلاصه بیا تهران. اومدیم در تهران، فرشید مسخالی طرح روی اینو کشید. یک هفته نیست که من وارد تهران شدم که تلفن اومد که در کاخ نبرون علازم میخوان این رو ببینن. توجه داشته باشید یک چیزی که گفته شده رو حواس حالا کی به کیه، نه دنبال قضیه بودن. ایشون داشت بوردن تیمسار نشاط روز در اونجا بودن، خدایشون بیا مرزد و علازت فقید تشبه بوردن. آقا ایشون رفتن تمام این تریلی رو دیدن، نورش کجاست، صدا از کجا میاد، این جنراتور برق از کجاست، اصلا تعجب آور. تموم شد. خب ما گفتیم دیگه حالا را میفتیم و میریم به شهرستان ها، خوش میکردیم به شهرستان ها. در لاهیجان این نمایش ما اجرا داشت میشد. یه چیز حدود 7000 بچه و کودک و مادری که در حال شیر دادن بود، بعضی که با دوچرخش اومده بود، اون یکی با بچه های کوچولو، همه اومده بودن نشسته بودن و ما با هیجان داشتیم نمایش اجرا میکردیم توسط نوجوانانی که تربیت شده خود من بودن برای کار تاخت. یک باری یک نفر اومد گفتش که میدونی چه خبر اون ته؟ گفتم چی؟ گفت شهبانوی ایران در حال دیدن این نمایش است. من میخوام فقط به شما این رو عرض بکنم که یک سفارشی داده شده که قاعدتاً باید تموم میشد. علازت پشت قضیه بودن، تمام کانون پرورش فکری که بودن، تمام اعضایی که خلاق بودن، مدیر بودن، میدونستن چیکار میکنن، دنبال قضیه. پادشاه ایران داره اینو چک میکنه، علازت اومده نتیجه رو ببینی. شما توجه داشته باشید آنچه که رخ داد به نام فرهنگ سازی کار آسانی نبود. وقتی من در این اینستاگرام های خودم پاسخهایی رو میگیرم،
جوانی که چرس کنم امروز 55 سال از اون ماجرا گذشته، ایشون برای من یک متن نوشتن که من خدمت خانم اندرجمان پرسیدم. در این متن اومده که آقای اردوان مفید، من نمیدونستم این خود شما هستید، ما در مینا بودیم یا در جایی در یک منطقه شما اومده و این نمایش چه کردین، شما در نقش یک تروب سیاه کردن گروه بودین، از پادر نمیمدین، بچه ها جمع شدن، ما اومدیم دست دادیم و این تروب از جا کنده شد و گفتیم از اتحاد پیروز گردن مردم. من هنوز که هنوزه دارم با اون زندگی میکنم و این یک نکته است که من دارم میگم. نکات مختلفی که از افراد مختلف شما میشنوید، اون بذری رو که دونه دونه شما دوستان درباره دوران پهلوی گفتید، بذری رو که اولی حضرت به عنوان یک فرهنگ ساز بر اون جامعه ریختند، در هر جای دنیا پای گذاشتند، این بذر باز شد. امروز من در بین پزشکان، بین مهندسین، بین کسانی که در اینجا هستن، وکیلن میرن، یک بار برمیخورم میگه من بچه کانون بودم. این لفظی که داره گفته میشه غیر عادیه. و یا هفته پیش مصاحبه بود و نشون میداد که این کانون در تمام این گیر و بندهایی که این جمهوری اسلامی اومده اینجا رو بسته اونجا رو برده رفته، به کانون دست نزدن، زیرا این کانون تنها کانونی بود است که جوونا رو، نوجوونا رو، کودکان رو دور هم جمع کرده در یک محیط زیبا و بهشون پرورش فکری و افکار داده است. من افتخار میکنم، همیشه هم اینو گفتم و باز هم میگم، که در دورانی زندگی کردم که دوران شکوفایی ایران بود. این رو فقط به عنوان تیتر نمیگم، تاریخ در این مورد شهادت کامل داشت. وقتی که کتاب پاسخ به تاریخ در اومد، خب قید یا گفتن خب این کتاب در اومده و تمومش میدن. امروز 42 سال از آن تاریخ گذشته است و پاسخ تاریخ رو شهبانو هم به رضا شاه بزرگ دادن و به هم به محمد رضا شاه پهلوی. به او گفتن که اگر کشف حجاب کردی، ما زنها امروز در جنگه زندگی فعالیم و هم دوش مردان فعالیت میکنیم. و به محمد رضا شاه پهلوی گفتن اگر آزادی های سیاسی، اقتصادی و در این جامعه رو دادی، امروز ما وکیل مجلس داریم، وزیرمون یک بانوی ایرانیست، وزیر فرهنگ آموزش پرورشمون مهندس داریم، دکتر داریم، و این سراسر ایران و کسانی که به عنوان مربیان همین کانون پرورش فکری کودکان بودن که تحت شرایطی میمدن، آینده سازان این مملکت هستن. من دست شما رو میبوسم به عنوان یک بانویی که توانستی یک تنه فرهنگ سازی رو به ما نشان بدهید. جشن هنر آمد، کانون های متعدد اومد و من عضو کوچکی در کانون پرورش فکرکان همیشه این افتخار رو به شما کردم و درود میفرستم و امیدوارم که تندرست و پایدار باشید، که به ما آموختید که در این 40 سال بعد از انقلاب چگونه باید پایدار بود. من بازم از امروز از همه شما سپاسگزاری میکنم که این فرصتی به من دادید که عرض بکنم. زادروز از اون فرخنده بود. یک دنیا ممنون آقای اردوان مفید. بله، منم با کتاب‌های کانون پرورش فکری کودکان بزرگ شدم و میدونم که تمام چقدر در زندگیم رول بزرگی رو در اون زمان بازی میکرد. ولی خب میریم در این قسمت از برنامه. سعادت و افتخار خوشامدگویی دارم به سرکار خانم پوران ناظمی، نویسنده و شاعر و فعال سیاسی و فعال حقوق زنان. خانم پوران ناظمی، از ایران به جمع ما میپیوندین، خوش آمدید. سلام عرض میکنم، درود عرض میکنم خدمت همه عزیزان. نمیدونم صدای من دارید، خیلی عذرخواهی میکنم اگه به مشکل برخورد کرد. واقعیت اینه، هیجان اینه که یک دختر ساده شهرستانی این افتخار رو پیدا بکنه که در محضر اولیا حضرت
زادروزشون رو به همه به همه به خودمون و به همه به میشون تبریک بگه، خب من دچار هیجان کرد. کاش نمیدونم چی بگم. ما از روزی که مطلع شدیم که قراره در محضر شما باشیم، درسته که دو نفر بیشتر نبودیم، ولی هی با خودمون فکر کردیم که چه هدیه ای رو بیاریم که واقعا سزاوار و شایسته شما باشه. فکر کردیم بریم کنار دریای خزر، بریم تو جنگل‌های شمال، بریم کنار دریاهای جنوب فیلم بگیریم، بریم کنار کاخ، نمیدونم توی یکی از موزه‌ها، بریم تو اون بیمارستانی که ساختید، یا بریم حتی بگردیم اون بچه‌ای که تو پرورشگاه کرمان بغل کرده بودید و نمی‌خواست از بغلتون پایین بیاد. فکر کردیم که بریم شاید اون خونه‌ای رو پیدا کنیم که شما رفتید و تو اون خونه نون پختید. به هر حال هر فکری کردیم متاسفانه نشد هیچ چیزی رو تقدیمتون کنیم. اما من واقعا نمیدونم، فکر کردم بهترینش اینه که من بیام اینجا و اون چیزی رو که به ذهنم رسید همونها رو بگم بدون اینکه چیزی بنویسم. خب همه جا امروز یا همیشه شما رو شهبانو، اولیا حضرت، مادر ایران و همه چیز صدا میکنن، اما من دلم میخواد اینجا از فرح دیبا بگم، از دختری که دست سرنوشت اون رو در بلندترین قله های افتخار تاریخ ایران نشون و به شایستگی از عهده اون مسئولیت بر اومد. وقتی که دوستانتون از کانون پرورش فکری صحبت میکردن همه از افتخار صحبت کردن، ولی من اینجا شرمنده شدم. من شرمنده شدم که متعلق به نسلی بودم که توی 7-8 سالگی تو کانون پرورشی که شما ساخته بودید به من تئاتر یاد میدادن که فرح جور دیگه ای بود. من شرمنده شدم از خودم که نمیدونستم وقتی به من میگفتن فرح پهلوی در خونش خرس قطبی داره و روزها با شیر و خرس قطبی خودشو میشوره، من بچه اونقدی باور میکردم. من خیلی چیزا هست به شرمنده شدم و داشتم با خودم فکر میکردم که ما مردم ایران یک سپاسگزاری بزرگ ملی و یک عذرخواهی تاریخی به شما بدهکاریم. با خودم فکر کردم از کنار همون کانون پرورش فکری که میگذرم، از کنار همون موزه‌ای که میرم، موزه فرش، موزه جواهرات، اون جواهراتی که شما گذاشتید و رفتید، آیا جز پاکدستی شما رو ثابت میکرد؟ دارم فکر میکنم چه خدماتی شما به فرهنگ و هنر و صنایع دستی این مملکت کردید که هنوز زنان بلوچ با استفاده از لباسی که شما سوزندوزی بلوچی روش هست میذارن، تبلیغشون میشه و زنان ناناور خانوار هزاران تن کار میکنن. من نمیدونم چی باید بگم واقعا، به قدری که شرمنده هستم و خوشحال هستم از این موقعیتی که پیدا کردم. نسل من شاید خیلی اشتباهات کرد، من اینجا از طرف خودم عذرخواهی میکنم و از طرف خیلیا. ای کاش اون موقع فضای مجازی بود. من اینها رو واقعا فارغ از هر دیدگاه سیاسی میگم، من فقط به فرح دیبا دارم میگم که چقدر زیبا نقش یک انسان به معنای واقعی رو شما ایفا کردید. ما هیچ کدوم نمیدونیم کی دنیا میایم، نمیدونیم کی میریم و خیلی وقتا نمیدونیم سرنوشت ما رو کجا میذاره. اما به نظرم بعضی انسانها میان برای ماندن، میان که اسمشون تا ابد در تاریخ بمونه. فرح دیبا یکی از اون اشخاصه، یکی از اونهایی که هر جایی که صدای مهربانی بیاد همه ما تا نسل‌ها و آیندگان همیشه همیشه بیاد فرح دیبا خواهند افتاد. هر جایی که اسمی از فرهنگ و هنر بیاد، هر جایی که اسمی از دلسوزی بیاد، دختر بچه‌ای رو نشون دادن که الان میگه مامان فرح. و این برای من شاید قدری از شرمندگیمو کم میکنه که مادران این نسل تونستن به دخترانشون آموزش بدن که زن بودن به معنای واقعی، انسان بودن به معنای واقعی، یک کسی میتونه باشه مثل فرح دیبا. حتما نباید ملکه باشی، اما خب شما نقش ملکه رو به بهترین وجه ایفا کردید. دستتون رو میبوسم، براتون نام و نسل ماندگار آرزو میکنم همینطور که هست و عمر با عزتتون طولانی. دوستتون داریم. متشکرم. من در اینجا باید بگویم که بانوی رو دعوت میکنم که
آشنای همه ما هست، حداقل در حزب مشروط ایران. ایشون بانو هایده توکلی هستند، هایده توکلی نازنین، و باید بگویم که فعالیت سیاسی خودشون رو با حزب مشروطه ایران شروع کردند و بالاخره بعد از به اصطلاح مراحل مختلفی که بهتر است بگویم در حزب طی کردند، اولین بانوی دبیر کل حزب مشروطه ایران بودند و در دوره فعالیت خودشون همه مشاهد بودیم که درهای بسیاری باز شد و به ویژه در ارتباط با حرکت‌های زنان سعی بسیار کرد که نشان بدهد که اون پوزیشنی که برای اولین بار در خارج از ایران با یک حرکت سیاسی مشخص و یک سازمانی که به حزب مشروطه تبدیل می شود، سازمانی سیاسی و برانداز، می تواند نقشی بسیار ویژه ایفا کند. بانو هایده توکلی عزیز، گفتین که من بیوگرافی نمیدم، بیوگرافی نگویید، ولی من بیوگرافی شما رو در کوتاه‌ترین مدت ممکن گفتم، چون چرا نگوییم که بسیار مفتخریم به همه زنان شایسته‌ای که نشان دادن که اگر ما دوران پهلوی رو متاسفانه ندیدیم، یادمان باشد که ما پرورش یافته دوران پر افتخار محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه کبیر هستیم که سرآمد اون اولیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران هستند. به شما گوش میکنیم. متشکرم. یک دنیا از شما سپاسگزارم بانو نظر گرامی. درود و احترام دارم به یکایک که شما بزرگان در این فرخنده گرامی داشت زایش عشق، و درودهای گرم به پیشگاه شهبانوی مهرآفرینمان اولیا حضرت فرح پهلوی. مهرگان فرا رسید و مهر دختی مهر سرشت، به دیار مهر ارمغان داده شد و بلور شهبانوی شد از جنس مهر و امید، که نکونامیش زبان زد جهانیان گشت و در ورقهای تاریخ به فرخندگی به ثبت رسید. میراثش ستاره‌ای شد بر آسمان گه صاف و گه گرفته کهندیارا، که تا ایران هست فانوس راه و الگو بخش نسل‌های دیگر باشد و ماند. شهبانو فرح این دیبای بی همتای پاک سرشت، نه تنها با پادشاهمان که با ایران پیمان وفاداری بست، و مسئولانه سخاوتمندانه و مادرانه دلسوز همه فرزندان میهنش شد و مهرگستری و فرهنگ آفرینی کرد. امروز تاریخ گواه مستندی است بر کنش‌های همه جانبه ملکه دلسوزمان، که بذرش را با عشق و پشتگار بر خاک ایران زمین پاشید و با همکاری و همدلی و مهر و عشق فرزندان ایران آبیاری شد. ترقی و نوگرایی، احقاق حقوق زنان و کودکان، پاسداری از فرهنگ غنی ایرانی و به ویژه ترویج مهر و امید و انسانیت، آن هم در نهایت فروتنی و با احترام به تاجی که به گفته خودشان بر سر همه زنان ایرانی نهاده شد، امروز نهال پرریشه‌ای شده که دیگر هرگز از خاک ایران زمین کنده نخواهد شد. و اما در سالهای تلخ تبعید که ایرانیان راستین از خجالت و بی‌آبرویی حکومت جهل‌آمیز ملایان رنج می‌کشیدند، شما شهبانوی ما
مقام و منزلت و آبروی ما ایرانیان را با افتخار آفرینی های پی در پی، فرهیختگی و نمادی از یک بانوی شرافتمند. هر بار که ما قلب های من فرو ریخته شد، شما حافظ سربلندی های ما بوده اید. بی دلیل نیست که دوستشان داریم. او آینه است برای نسل های جوان آینده. اگر که خوب بنگرند و پیروزی نور بر تاریکی را در خود بیابند. گنجینه خدمات اولیا حضرت فرح پهلوی در سازندگی و بهزیستی ایرانیان و حتی در برون مرز به قدری غنی و گسترده است که بیان قطره ای از آن هم در این فرصت کوتاه میسر نیست و سخنرانان عالی قدر پیش از من به بخش هایی از ثمرات این عمر پربار پرداختند. اما من به عنوان یک زن ایرانی که درک امروزی خودم از آزادی و حقوق انسانیم را مدیون تلاش‌های بی‌دریغ پادشاهان پهلوی، شهبانو فرح پهلوی و همچنین رهنمودهای شاهزاده رضا پهلوی هستم، با این پیام از سوی خودم، هموندانم و بیشمارانی از هممیهنانم صحبتم را به پایان ببرم. که ای شهبانوی عزیز ما، ای زاده مهر در کهن دیارای مهرآفرین، مادر دلسوز وطن، قدرتان را میدانیم و باور داریم ققنوس به سرزمینمان ایران باز خواهد گشت و رهنمودهای آگاهانه و مهرآمیز شما باز هم چراغ راهی خواهد شد برای تنگترین کوره راه‌های از ایران به جا مانده. زادروزتان خجسته با. سپاس. یک دنیا ممنون هایده توکلی. مهمان عزیز دیگه‌ای که داریم از ایران، خانم فریده مرادخانی، فعال حقوق بشر، مؤسس و مدیر کمپین حمایت از زندانیان. خانم فریده مرادخانی، خوش اومدین. با شماست. مرسی. با درود و سپاس از دعوت شما، درود بر شهبانو، زادروزتون رو تبریک عرض میکنم. همونطور که بانو ناظمی فرمودن، قصد داشتیم هدیه‌ای در خور شأنتون با حضورمون در خزر یا خلیج فارس، در البرز یا زاگرس، در سیستان یا خوزستان، در خراسان یا آذربایجان خدمتتون تقدیم کنیم، ولی مقدر نشد. گاهی احساسات چنان بزرگه که در قالب کلمات نمی گنجه. فقط میخوام دل نوشته ای رو تقدیم حضورتون کنم در زادروزتون. درود مادر سرزمینم. بانو جان، میدانی روزی که از خانه کوچ کردی، گلهای خانه پژمرد، پرندگان همه در بند شدند و دخترکان و پسرکان خندان و شاد غم زده و ناامید گشتند. روزی که رفتی، هنر و فرهنگ این سرزمین بی پناه شد و سیاهی خانه را در بر گرفت، نور را در بند کردند و شعر و ادب را. اما فرزندانت هرگز فراموشت نکردند. آخر میدانی هر گوشه از خانه بوی تو را میداد و چهره خندانت در جای جای این سرزمین لبخند را بر لبان فرزندانت می نشاند. هرگز هرگز امیدشان را برای با تو بودن از دست ندادند. آه بانو جان، می دانم تو خواهی آمد و نور را خواهی آورد برای شکستن ظلمت شب. بانو جان، می دانم تو خواهی آمد و آب خواهی داد گلهای خانت را و دان خواهی داد
پرندگان رها گشته از قفس را. بانو جان، میدانم مهر خواهی آورد و عشق خواهی کاشت، بغض فرو خورده را خواهی شکست و لبخند را بر لبان دخترکان و پسرکان بازیگوشت خواهی نشاند. ملکه جان، تو دوباره شکوفا خواهی گرد هنر و فرهنگ فراموش شده را و بر قله شکوه و عظمت خواهی نشاند خانه ویران گشته را. من میدانم خواهی آمد، تو خواهی آمد، زادروزت ارمغان ماست، زادروزت فرخنده باد. خب اجازه بدین که در این قسمت من دعوت بکنم از جناب آقای فؤاد پاشایی. آقای فؤاد پاشایی باید بگویم که در سال 1982 از ایران خارج شده و خارج شدن ایشان اونطوری که من اطلاع دارم غیر قانونی بوده است و به امریکا میآیند. از آغاز ورودشان به آمریکا به عضویت سازمان دانشجویان گروه استقلال ملت ایران گاما در میآیند که یک گروه سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است و در سال 1983 عضویت شورای مرکزی این سازمان برگزیده می شوند و در سال 1992 به همراه یاران دیگرشان مقدمات تشکیل حزب مشروطه ایران را که یک سازمان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است را پایه‌گذاری می کنند. آقای پاشایی در کنگره دوم در سال 1996 به عضویت شورای مرکزی حزب مشروطه در میآیند و در سال 2000 در کنگره چهارم حزب مشروطه به عنوان دبیر کل حزب انتخاب میشوند. بعد از دوره 4 ساله به عنوان رایزن حزب برگزیده میشوند و امروز باید بگوییم که با خوشحالی تمام مجدد حزب مشروطه ایران را هدایت می کنند و دبیر کل حزب مشروطه هستند. بسیار خوش آمدید آقای فؤاد پاشایی گرامی، در خدمتون هستیم، بفرمایید. خیلی ممنون هستم. من عرض ادب و احترام دارم خدمت شهبانو عزیز، سخنرانان محترم و میهمان ویژه که در خدمتشون بودیم و این فرصت پیش آمد که بتونیم جمع کوچکی باشیم و قدردانی کنیم به سهم خودمون از خدماتی که شهبانو فرح پهلوی در این سالها برای همه ملت ایران انجام داد و به خصوص در این 40 سالی که در خارج از کشور پشتیبان همه ما بود در مورد مسائل به حساب آزادسازی ایران و تلاش برای به حساب آزاد کردن ایران. من وقت مهمانان رئیس جمهور و شهبانو رو نمیگیرم، میدونم که ایشون تا نیم ساعت دیگه باید در این جلسه دیگری شرکت کنن که در حقیقت انجمن شهر فرزنو هدی به حساب قدردانی میکنن از خدمات شهبانو و ایشون باید در اون درس شرکت کنن. من صحبتم رو کوتاه میکنم، فقط به سهم خودم و طرف همه اعضای حزب مشروطه قدردانی میکنم و سپاسگزارم که ایشون در این کمبود وقت این فرصت رو دادن که با در خدمتشون باشیم و بتونیم از وجودشون استفاده کنیم. بسیار ممنونم شهبانو، تبریک عرض میکنم زادروزتون رو و امید که سالیان سال زیر سایه شما باشیم. خیلی ممنون. امیدوارم که شهبانو اگه محبت بفرمایید چند کلام ما رو طرف. خواستم خیلی سپاسگزاری کنم از این برنامه‌ای که خانم نازنین انصاری درست کردن و واقعا از صمیم قلب سپاسگزاری کنم از تمام محبت‌ها و کلمات مثبتی که راجع به من گفتین از هموطنان یا خانم‌ها و آقایون. واقعا خیلی به دلم نشست و باید اقرار کنم کارم هم سخت کردید، برای که به هر صورت توقع نداشتم. میدونید البته خوشبختانه خیلی
روابط دوستانه با خیلی از هموطنان خارج و داخل داشتم، ولی اینقدر مطالب مثبت راجع به من دیگه خیلی سپاسگزارم. و از یه طرفی میگم پیش از اینکه از این دنیا برم یادم میاد که چه چیزایی راجع به من گفتید و خیلی به دلم میشینه. باید بگم واقعا چی بگم دیگه، اون چیزی که در مملکت رازی که جوان و پیر ایرانی آمده اصلا قابل مقایسه نیست با این چیزایی که ما کشیدیم، هر کدوممون مشکلات زیادی داشتیم. ولی من به هر صورت به عشقی که به میهنمون دارم، به وطنمون، به هم میهنانم، یاد حرف آقای جنس وطنی و خیلی به دل من نشست، چون واقعا من به قول معروف شاعر این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. تو معمول البته بگذاریم از سختی های اوائل تبعید، ولی تو ممالکی که زندگی زیبا و اینا برصد مملکت من نیست و از صبح تا شب هم اخبار راجب ایران رو گوش میدم و به فکر ایرانی هستم. تا اونجایی که از دستم برمی سعی کردم که بتونم مثبت باشم، ولی واقعا توقع نداشتم از این همه مطالب مثبتی که راجع به من گفتید. میگم کارم هم سخت کردید، ولی امیدوارم تا اونجایی که قدرت دارم فیزیکی و روحی بتونم ادامه بدم. و باید بگم واقعا موقعی که من ازدواج کردم با اعلیحضرت فقید، با پشتیبانی ایشون و همکاری و کمک از هممیهنان مرد و زن به کارهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، طبی رسیدم، میتونستم انجام بدم و با کمک همه اونها و از همشون سپاسگزارم که یه عده هنوز در قید حیات هستند و یه عده من هیچ وقت سعی میکنم تلخی به دلم راه نندازم و سعی کنم که مطمئن باشم در زندگیم و سپاسگزار باشم از چیزهای مثبتی که در زندگیم دارم و همین چیزی که همیشه میگم، امیدوارم که نور بر تاریکی پیروز بشود و ایران از خاکستر خود برخیزد. خدا نگهدارتون.